درود بر شما بینندگان گرامی و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان من فریبا شیرزی هستم در این برنامه به سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره نامزدهای انتخابات و برگزاری آزمون اجتهاد برای داوطلبین مجلس خبرگان رهبری میپردازیم نگاهی داریم به واکنش ها به آزمایش موشکی کره شمالی از سخنرانی پر احساس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره مقررات جدید مالکیت اسلحه خواهیم گفت و هم داریم درباره کشف یک تشکیلات تروریستی در بحرین که دولت این کشور میگوید مرتبط با سپاه پاسداران است. با ما همراه باشید. شاه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اظهاراتی عجیب مدعی شده برخی افرادی که در سوابق آنها عرق خوری، قماربازی و اعمال غیر اخلاقی وجود دارد برای کاندیداتوری ثبت نام کردند. و همچنین داوطلب شدن برخی از افراد کت و شلواری و زنان برای عضویت در مجلس خبرگان را نیز امر غیر متعارف و عجیب به شمار آورده. به هشدار داده, داده شکست خوردگان میدان سیاست کمر بستند تا مجلس و خبرگان را قبضه کنند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هشدار داده شکست خوردگان میدان سیاست کمر بستند تا مجلس و خبرگان را قبضه کنند وی همچنین از هیئت‌های اجرایی برای همراهی نکردن با شورای نگهبان انتقاد کرده است آقای جنتی روز دوشنبه 14 دی در همایش امامان جمعه ایران گفت اگر مجلس خبرگان طبق نقشه های شکست سیاسی ایجاد شود که مبادا آن روز بیاید آنگاه همه چیز به هم می ریزد. این افراد اگر اکثریت باشند نفوزی های خود را می فرستند وگرنه اقلیت قوی سر و زبانداری که مجلس را به هم بریزد سر و کار می آبرند که نگذارند اکثریت کار کنند آقای جنتی ایجاد شورای رهبری را یکی از توطعه های این افراد خواند و گفت آنان به دنبال کاهش قدرت و اختیارات و دورهی کردن مقام رهبری هستند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران روز 22 آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا موضوع شورایی شدن رهبری و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرده بود. دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود ضمن هشدار درباره تلاش معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای ورود به مجلس گفت میخواهند همان کاری که در خیابانها کردند در مجلس بکنند برخی از اصحاب فتنه در پستهای قابل توجه حضور دارند و به فکر این هستند که در مجلس هم نفوذ کنند آقای جنتی در سخنان خود با انتقاد از ثبت نام 800 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از جمله افراد کت و شلواری و زنان گفت من نمیدانم چرا اینقدر کارها بیدر و پیکر است دبیر شورای نگهبان بدون ذکر نام برخی جناها را متهم کرد که افراد خود را برای ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری بسیج کردند و به دنبال نفوذ افرادشان به این مجلس با امید قفلت شورای نگهبان هستند آقای جنتی گفت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها کوتاهی نمی کند و بعضی اوقات افرادی وجود دارند که از نظر قانونی نمی توانیم آنها را رد صلاحیت کنیم اشخاص نفوذی افراد قابل شناسایی نیستند تا جایی که قانون به ما اجازه دهد اقدام می کنیم آقای جنتی با اشاره به گزارش یکی از مراجع استعلامی درباره 63 نفر از کاندیداهای انتخابات گفت این افراد برخی قمارباز، برخی مشروبخوار بوده و برخی مشکل اخلاقی داشتند. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود هیئت‌های اجرایی را متهم کرد که خیلی زود بررسی صلاحیت نامزدها را از سر خودشان باز می‌کنند و کسی که در اطلاعات ناجا و قوه سابقه ای ندارد اعلام می‌کنند سابقه ندارد و باید تایید شود آقای جنتی با اشاره به مشکل شورای نگهبان با هیئت‌های اجرایی نیز تصریح کرد وزیر کشور و برخی معاونانشان با ما همراه هستند اما برخی هیئت‌های اجرایی با ما همراهی نکرده و همه چیز را به گردن شورای نگهبان می‌اندازند آقای جنتی گفت شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها باید شهادت دهد که فرد مورد بررسی به ولایت فقیه و قانون اساسی اعتقاد دارد در صورتی که امکان احراز صلاحیت نباشد میگوییم عدم احراز اعضای شورای نگهبان و از جمله سخنگوی آن همچنین بارها تاکید کردند که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات اصل بر براعت نیست. همزمان نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده کسانی که در آزمون کتبی انتخابات مجلس خبرگان شرکت نکردند از ادامه مسیر انتخابات باز خواهند ماند وی گفته در آزمون مورد نظر شرط اجتهاد افراد بررسی می شود آقای ابراهیمیان تصریح کرده اگر کسی ادعا کرده است که برای شرکت در آزمون استثنا شده این موضوع بر عهده خودش است زیرا ما طبق قانون نمی توانیم استثنایی قائل شویم و اطلاعیه شورای نگهبان به منزله دعوت محسوب می شود همزمان سیامک رهپیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اعلام کرده ثبت نام کنندگانی که در دوره های پیش تایید شده یا عضو مجلس خبرگان بودند نیازی به شرکت در آزمون کتمی ندارند اما اگر جز به این موارد نبودند و تایید علمی نداشتند قاعدتا باید در آزمون شرکت کنند با این حال گزارش ها حاکی است که حسن خمینی نوه روح الله خمینی در آزمون داوطلبان ورود به مجلس خبرگان رهبری شرکت نکرده است این آزمون صبح شنبه 15 دی برگزار شده و خبرگزاری تسنیم گزارش داده که بجز حسن خمینی محمود امجد رسول منتجب نیا و مرتزا آقا تهرانی نیز در این آزمون شرکت نکردند محمود امجد و رسول منتجب نیا در دست بندی های سیاسی ایران به طیف اصلاح طلب نزدیکند و مرتضا آقا تهرانی از رهبران جبهه پایداری انقلاب اسلامی نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی است به دنبال این مسئله نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان گفته کسانی که در آزمون خبرگان شرکت نکنند از ادامه مسیر انتخابات باز خواهند ماند همزمان اعلام شده است که حمید رسایی نماینده مردم تهران در انتخابات دهمین ده دوره مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده است. آقای رسایی با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشته دلیل این رد صلاحیت مستندات ارائه شده از طرف هیئت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرافی اصفهانی است. محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری پیش از این اعلام کرده بود دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوء سابقه محسوب می شود. اما آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی با اعتراض های بین المللی روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد این آزمایش را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی دانسته و اعلام کرده که اقدامات تازه‌ای علیه کره شمالی به کار گرفته خواهد شد. روز چهارشنبه 16 دی شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست آمریکا، کره جنوبی و ژاپن نشست اضطراری برگزار کرد. البیو روسلی سفیر اوروگوئه در سازمان ملل متحد که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد اعلام کرد که آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی نقض آشکار های سازمان ملل است. کره شمالی برای چهارمین بار است که آزمایش اتمی انجام می دهد. این کشور در سالهای 2006 2009 و 2013 دست به آزمایش بمب اتمی زد و هر بار با مخالفت شدید شورای امنیت و برقراری تحریم ها مواجه شد. پانزده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر اتخاذ تدابیر جدیدی علیه کره شمالی توافق کردند. قرار است به زودی کار برای تصویب یک قدنامه نیز آغاز شود شورای امنیت سازمان ملل آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت جهانی خواند حتی چین به عنوان متحد کره شمالی نیز آزمایش اتمی پیونگیانگ را نقض آشکار قدنامه سازمان ملل دانست روسلی رئیس شورای امنیت سازمان ملل البته در سخنان خود به طور واضح مشخص نکرد که آیا تدابیری که قرار است علیه کره شمالی اتخاذ شود در قالب تحریم های تازه خواهند بود یا خیر با این حال اما محافل دیپلماتیک از اضافه شدن نام نمایندگان رژیم کره شمالی به فهرست تحریم ها صحبت می کنند موتوهید یوشیکاوا سفیر ژاپن در سازمان ملل گفت اگر شورای امنیت تدابیری علیه رژیم پیونگیانگ اتخاذ نکند اقتدار و اعتبارش مورد تردید قرار خواهد گرفت کره شمالی روز چهارشنبه 16 دیماه خبر داده بود که آزمایش بمب هیدروژنی با موفقیت انجام گرفته است از آنجا که خبر آزمایش بمب هیدروژنی تنها از سوی کره شمالی تایید شده است هنوز تردیدهایی نیز درباره صحت این آزمایش وجود دارد کارشناسان آزمایش بمب هیدروژنی را زیر سوال بردند و گفتند که قدرت انفجار به اندازه کافی قوی نبوده است روز چهارشنبه کاخ سفید اعلام کرد که یافته های اولیه این کشور با اطلاعات پیونگیانگ مربوط به آزمایش بمب هیدروژنی منطبق نیست جاشرنست سخنگوی کاخ سفید گفت هیچ چیزی که در عرض 24 ساعت گذشته رخ داده باشد موجب تغییر ارزیابی ایالات متحده از توانایی های فنی و نظامی کره شمالی نشده است بانکمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز آزمایش اتمی جدید کره شمالی را محکوم کرده است اما آزمون اجتهاد برای داوطلبان نماینده مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و حسن خمینی و برخی از روحانیون سرشناس در آن شرکت نکردند سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که شرکت نکردن دعوت شدگان به آزمون خبرگان به مسابه عدم احراز صلاحیت آنهاست نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده پیامکی برای قایبان آزمون خبرگان رهبری مبنی بر انصراف از داوطلبی ارسال نشده است. روز چهارشنبه 16 دی برخی رسانه ها اعلام کردند که پیامکی به برخی از داوطلبان مجلس خبرگان ارسال شده که شرکت نکردن آنان در آزمون خبرگان رهبری به منزله انصراف آنان تلقی می شود. آقای ابراهیمیان در این رابطه تصریح کرد داوطلبانی که چنین پیامکی را دریافت کرده اند می توانند شماره ارسال کننده این پیامک را برای پیگیری های بعدی در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. وی تاکید کرده که انصراف از داوطلبی مقررات خاص خود را دارد و داوطلبانی که قصد انصراف دارند باید درخواست کتبی خود را شخصا یا از طریق نماینده قانونی به فرمانداری های حوزه ثبت نامی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت نکردن در آزمون خبرگان به معنی رد صلاحیت است یا خیر گفت بنابر اعلام نظر آیت الله مؤمن عضو فقهای مجلس خبرگان رهبری ممکن است در ادامه بررسی صلاحیت ها داوطلبی که در آزمون شرکت نکرده است شرایط اجتهادش محرز شود و بتواند در ادامه مسیر انتخابات حضور داشت. باشد این سخنان در حالی ابراز شده است که سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه شنبه 16 دی گفته بود شرکت نکردن در آزمون خبرگان رهبری به معنی عدم احراز صلاحیت است همزمان روزنامه شرق در گزارش روز پنج شنبه 17 دی خود به بررسی دورنمای رد یا تایید صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی پرداخته است به گزارش شرق محسن قرویان از استادان حوزه با اشاره به وضعیت احراز صلاحیت شخصیت هایی مانند حسن خمینی که در آزمون اجتهاد شرکت نکردند گفته است آیت الله مؤمن گفتند که ما از راه های دیگری غیر از آزمون می توانیم برای افراد خاصی احراز صلاحیت کنیم. به هر حال غیر از سید حسن خمینی، آقای اعرافی و قروی هم از شخصیت های برجسته ای هستند که در آزمون شرکت نکرده و از راه های دیگری احراز صلاحیت شدند و به نظر می رسد برای احراز صلاحیت سید حسن خمینی راه دیگری غیر از آزمون هم می تواند وجود داشته باشد. به نوشته ی روزنامه شرق اگر شورای نگهبان بنای خود را همان ملاک حضور در آزمون بگذارد و نخواهد به این دلایل توجهی داشته باشد درباره حسن خمینی تنها گزینه باقی مانده این است که آیاتی که اجتهاد سید حسن را تایید کرده اند نامه ای را به شورای نگهبان بدهند آنچه مسلم است تا به این لحظه سید حسن نه بنای انصراف دارد و نه آنکه فعلا موضعی در این باره اتخاذ کرده است همزمان سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و عضو حقوقدان شورای نگهبان بار دیگر گفته است تمام داوطلبان انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری از دعوتشان برای شرکت در آزمون علمی از طریق پیامک مطلع شده بودند. در همین راستا حسین نجابت نماینده تهران در مجلس گفت افزایش چشمگیر تعداد ثبت نام کنندگان برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری کار هیئت اجرایی و نظارت و شورای نگهبان را برای تایید صلاحیت ها کرده و باید این نهادهای مسئول دقت لازم را داشته باشند تا کسانی وارد عرصه انتخابات شوند که صلاحیت آن را داشته باشند. آقای نجابت گفت رسانه ها باید موارد نادر و مستحجن را که باید برای مجالس خبرگان و شورای اسلامی ثبت نام کرده اند را به اطلاع مردم برسانند تا مردم بدانند که بعضی از این ثبت نام ها ثبت نام عادی نیست و برخی از ثبت نام کنندگان در صدت هستند تا هزینه حاکمیت را بالا ببرند. همزمان حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور از احراز صلاحیت 10954 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس از سوی های اجرایی در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها خبر داد. آنطور که این مقام وزارت کشور اعلام کرد، های اجرایی صلاحیت 814 نفر از نامزدهای این دور از انتخابات را احراز نکردند. اما واشنگتن در تدارک تحریم های تازه علیه ایران است وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده تهران با آزمایش موشک اماد قطنمای شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده و به این دلیل تلاش های واشنگتن برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران با قوت ادامه دارد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران با آزمایش موشک اماد قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده و به این خاطر تبادل نظر وزارت امور خارجه آمریکا با دیگر آژانس های دولتی ایالات متحده برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران با قوت ادامه دارد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سهشنبه پانزدهم دیماه گفت کاملا آمادگی داریم تا در ارتباط با این آزمایش اخیر موشکی تحریم هایی را وضع کنیم و در این ارتباط هنوز سرگرم حل و فصل برخی مسائل فنی هستیم حسین جابرانساری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دهم ده دیماه در واکنش به احتمال تشدید تحریم های ایران به خاطر این آزمایش موشکی گفت تهران هر گونه اقدام مداخل جویانه آمریکا را با تقویت توان دفاعی خود پاسخ خواهد داد در همان روز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز خواستار تولید انواع موشک در ایران با سرعت و جدیت بیشتر شده است سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت خارجه آمریکا به خاطر اعتراض ایران از اعمال تحریم های جدید مرتبط با این آزمایش موشکی خودداری کرده گفت ما نه از ایران و نه از هیچ کشور دیگری در مورد تحریم ها توصیه یا رهنمون دریافت نمی وی تصریح کرد بحث ها بین آژانس ها در مورد پیش بردن مسئله اعمال تحریم ها با قوت جریان دارد پیش از این روزنامه وال استریت جورنال از قول مقام های رسمی ایالات متحده که نامی از آنها نبرده نوشته بود تحریم های تازه آمریکا نزدیک به ده شرکت و فرد را در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی هدف قرار می دهد. خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرد در فهرست تحریم دستکم 5 پنج مقام رسمی ایران در وزارت دفاع و سازمان های تابعه قرار دارند. سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالی ابراز شده که سپاه پاسداران اعلام کرده است دومین شهر موشکی نیروی هوافضای خود را رونمایی کرده است این پایگاه های موشکی در عمق 500 متری زمین ساخته شدند. دومین شهر موشکی سپاه پاسداران روز سهشنبه 15 همه دیما با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس رونمایی شد. این شهر موشکی تونلی است مشابه تونلی که سپاه در مهرماه گذشته خبر آن را منتشر و اعلام کرد که برای اولین بار اجازه تصویربرداری از آن داده می شود. به گزارش تسنیم در فیلم منتشر شده از بازدید علی لاریجانی از این پایگاه زیرزمینی موشک های مختلفی از جمله موشک بالستیک اماد با برد 1700 کیلومتر به عنوان جدیدترین موشک بالستیک ایران دیده می شود. رونمایی از پروژه موشکی جدید سپاه پاسداران در زمانی صورت میگیرد که تنش در روابط ایران با کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی پس از حمله به سفارت ریاض در تهران به اوج خود رسیده است. امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه در زمان اعلام خبر رونمایی اولین شهر موشکی در مهرماه گفته بود که پایگاه های موشک های دوربرد ایران در عمق 500 متر زیر کوه بلند و در همه استان و شهرهای کشور آماده مقابله با تهدیدهای دشمن است. او برای که با ما رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی پر احساس مقررات جدید مالکیت سلاح را اعلام کرد. و گفت سالانه سی هزار نفر به دلیل بکارگیری سلاح در آمریکا کشته می شوند. اکثریت کنگره آمریکا با محدودیت مالکیت سلاح به شدت مخالف است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سهشنبه پانزدهم دی در سخنرانی خود برنامه های جدیدی را برای افزایش کنترل سلاح در آمریکا معرفی کرد و به دلیل مانع تراشی در اصلاح قوانین مربوط به حمل سلاح از کنگره انتقاد کرد در سخنرانی آقای اوباما جمعی از بازماندگان و بستگان قربانیان تیراندازیها نیز حضور داشتند رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که توجیه بیعملی در زمینه کنترل مالکیت سلاح دیگر قابل پذیرش نیست آقای اوباما افزود همانطور که یک بچه قادر به باز کردن یک شیشه قرص آسپرین نیست باید ما شرایطی را به وجود آوریم که اون نتواند ماشی یک توفنگ را به راحتی ماشه یک تفنگ را بچکاند وی سپس با یادآوری کودکان قربانی در خشونتهای مسلحانه اشک خود را پاک کرد و گفت همه بایستی از کنگره بخواهند که شجاعانه عمل کند و در برابر فریب های لابی طرفدار سلاح مقاومت کند رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت سالانه سی هزار نفر از شهروندان این کشور به دلیل بکارگیری آزادانه اسلحه کشته می وی و همچنین یادآور شد ما تنها کشور پیشرفته ای هستیم که این حجم از خشونت ناشی از استفاده گسترده از سلاح در آن وجود دارد آقای اوباما صریحا از نقش لابی اسلحه در آمریکا انتقاد کرد و گفت امکان دارد که لابی اسلحه همکنون کنگره را گروگان گرفته باشد اما آنها نمی توانند آمریکا را گروگان بگیرند رئیس جمهور آمریکا قوانین جدید برای سخت کردن قوانین مالکیت و حمل سلاح در این کشور را با استفاده از اختیارات ویژه خود صادر کرد. آقای اوباما تاکید کرد که اکثریت مردم و جامعه ای آمریکا قانونی کردن حمل سلاح و توجه به هویت خریداران و فروشندگان را تایید می کنند. به موجب قوانین جدید فروشندگان سلاح باید مجوزی رسمی برای کار خود داشته باشند. خریداران سلاح نیز باید دارای سوء پیشینه نباشند و نظارت هایی در خصوص مسئولیت خریداران سلاح اعمال شود. اما مخالفان اوباما به ویژه لابی انجمن ملی سلاح بسیار قوی هستند حزب جمهوری که اکثریت کرسی های کنگره را در دست دارد از قوانین جدید اوباما برای کنترل تسلیحات به شدت انتقاد می کند تد کروز نامزد رقابت های درونی حزب جمهوری برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که حکم ریاست جمهوری مقایر قانون اساسی است جبوش دیگر نامزد این حزب هم وعده داد در صورتی که رئیس جمهور آمریکا شود این حکم را ملغا خواهد کرد از سوی دیگر گروهها و سازمان های لابی اسلحه در آمریکا رئیس جمهور آمریکا را متهم کردند که از قدرت خود سوء استفاده می کند اما وزارت کشور بحرین در بیانیه ای از کشف یک تشکیلات تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان و دستگیری شماری از اعضای آن خبر داده. منامع اعضای این تشکیلات را به برنامه ریزی برای اجرای انفجارهای تروریستی در این کشور متهم کرده است. وزارت کشور بحرین در بیانیه ای از کشف یک تشکیلات تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان و دستگیری شماری از اعضای آن خبر داد. وزارت کشور بحرین در بیانیه ای که روز چهارشنبه 16 دیما بر روی خبرگزاری رسمی این کشور منتشر کرده اعضای این تشکیلات را به برنامه ریزی برای اجرای سلسله انفجارهای تروریستی در این کشور متهم کرده است در این بیانیه آمده که شش تن از اعضای این تشکیلات که گروه البسته نام گرفته دستگیر شدند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضا همچنان ادامه دارد بنابر بیانیه وزارت کشور بحرین دو تن از بنیانگذاران و اعضای تشکیلات کشف شده اعضای جریان وفاداری اسلامی هستند جریان وفاداری اسلامی گروهی تشکیل شده توسط برخی فعالان شیعه بحرینی است که در چارچوب اعتراضها علیه نظام حاکم بر این کشور تأسیس شده است در این بیانیه آمده که برخی از اعضای دستگیر شده تشکیلات گروه البسته با گروه گردانهای اشتر که حدود دو سال پیش توسط دولت بحرین به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده و شماری از اعضای آن محاکمه شدن در ارتباط بودند همچنین تعدادی از این دستگیر شدگان در انفجار ششم مرداد 1394 منطقه السطره بحرین که در آن دو تن از نیروهای پلیس کشته و شش تن دیگر زخمی شدن دست داشتند. در بیانیه وزارت کشور بحرین ادعا شده که یکی از اعضای تشکیلات گروه البسته در سال 2011 میلادی به منظور دریافت کمکهای مادی، معنوی و لوجستیکی برای انجام عملیات در بحرین به ایران سفر کرده است. بنابراین بیانیه یک متهم دستگیر شده در ایران با شماری از بهرینی های مقیم که با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در ارتباط بودن دیدار کرده و موفق شده کمک هایی در این زمینه دریافت کند این بیانیه همچنین نام دو بحرینی ساکن ایران را ذکر کرده و مدعی شده است متهمان از طریق آنها راه امنی برای دریافت پول یافتند که استفاده از افراد بازگشته از زیارت های دینی در ایران از آن جمله اند وزارت کشور بحرین همچنین مدعی شده است که سه تن از متهمان در سال 2012 میلادی به بیروت پایتخت لبنان سفر کرده و با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و نعیم قاسم معاون او دیدار کردند در این دیدار متهمان ضمن مطرح کردن پیشنهاداتی درخواست کمک کرده و 20 هزار دلار نیز دریافت کردند دولت بحرین حزب الله لبنان را به عنوان گروهی تروریستی میشناسد این نخستین بار نیست که بهرین از کشف تشکیلاتی تروریستی مرتبط با ایران خبر میدهد سال گذشته دولت بهرین با اعلام اینکه کشورش تشکیلاتی تروریستی و حمایت شده از ایران را کشف کرده اقدام به فراخواندن سفیر خود از تهران و اخراج کاردار ایران از منامه کرد بحرین روز دوشنبه چهاردهم دیما روابط خود را با ایران در اعتراض به حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران قطع نمود اقدامی که یک روز پیش از آن عربستان سعودی انجام داده بود بحرین ایران را به تحریک شیعیان متهم می کند اتهامی که مقامات ایرانی با وجود حمایت سیاسی از معترضان بحرینی آن را رد می کنند. معاون پارلمانی رئیس جمهور وضعیت اقتصادی دولت را در 37 سال گذشته بی نظیر توصیف کرده و مشاور او احتمال می کسری بودجه امسال بی سابقه باشد. با این وضعیت و بدهی سنگین دولت ایجاد اشتغال تقریبا ناممکن شده است. خبرگزاری مهر شنبه 15 دی ماه به نقل از برخی وزیران و مسئولان دولتی گزارش داد درآمد دولت به پایین ترین حد سالهای اخیر رسیده و تا پول نباشد نمیتوان فکری برای حل بحران بیکاری جوانان کرد. ظاهرا کمبود شدید منابع مالی و ادامه سقوط بهای نفت دولت یازدهم را چنان در تنگنا قرار داده که به فرض وجود اراده و مدیریت قوی نیز رفع مشکل بیکاری گسترده به سادگی امکان پذیر نیست بر اساس تازه ترین آماری که از وضعیت اشتغال در نیمه نخست سال 94 منتشر شده در میان تمام گروه های سنی و در استانهای مختلف میزان بیکاری به طور متوسط اندکی کمتر از 11 درصد است. مرکز آمار ایران دی سال گذشته میزان بیکاری جوانان بین 15 تا 24 ساله سراسر کشور را 25.7 دهم درصد اعلام کرد که حدود 3 درصد کمتر از آمار نیمه اول امسال است. علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی مهر ماه سال گذشته نسبت به جهش شماره بیکاران در ایران هشدار داد و تاکید کرد اگر رشد سالانه اقتصاد به 7 درصد نرسد از مهار بیکاری عاجز خواهیم بود این سخنان مربوط به زمانی است که دولت حسن روحانی انتظار داشت مذاکرات ای با کشورهای پنج به علاوه یک تا چند ماه دیگر به نتیجه نهایی برسد و با رفع تحریمها اوضاع اقتصادی کشور رونق بگیرد اما به نظر میرسد دیوار تحریمها که به گفته روحانی خیلی وقت پیش ترک خورده بود هنوز فرو نریخته است از سوی دیگر رشد اقتصادی 7 درصدی حتی برای سال آینده نیز دست نیافتنی خواهد بود. به این ترتیب پیش بینی ربیعی ظاهرا درست از آب درآمده و دولت در مهار بیکاری عاجز مانده است. اعتراف برخی از مسئولان دولتی از جمله مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور میزان رشد اقتصادی در سال 94 حد اکثر یک درصد است. خبرگزاری ایسنا ده دی از قول مجید انصاری نوشت دولت با حجم عظیمی از هزینه های جاری بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان روبروست و علاوه بر این مطالبات سنگینی بر دوش دارد که وزیر اقتصاد میزان آن را حدود 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. آقای انصاری میگوید تبدیل رشد منفی نزدیک به 7 درصد به مثبت 1 درصد در دولت 11 هم گامی بلند اما ناکافی محسوب می شود. محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شهریور ماه امسال که بهای نفت در محدوده بشکه‌ای چهل دلار قرار داشت پیش بینی کرده بود که درآمدهای دولت تا پایان سال 180 هزار میلیارد تومان بیشتر نباشد با احتساب 235 هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه سال جاری کسری بودجه می تواند به 55 هزار میلیارد تومان برسد. نجفی احتمال می دهد که میزان کسری بودجه سال 94 در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه باشد که با سقوط قیمت نفت به محدوده 30 دلار برای هر بشکه احتمال آن بیشتر شده است. با این وضعیت به ویژه با کاهش شدید بهای نفت در صورت برداشت شدن تحریم ها تا پایان دیماه ماه نیز دست یافتن به رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری ممکن نخواهد بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند روز پیش ابراز اطمینان کرد که با لغو تحریم ها به زودی از سختی ها عبور خواهیم کرد و سال 95 حتما سال رونق و شکوفایی اقتصادی خواهد بود. برنامه این هفته در این لحظه به پایان میرسد سپاسگزارم که با ما همراه بودید آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما را رو روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید شب و روز شما خوش